همکارم مریم رحمتی از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی با ما همراه شده. مریم، چی میدونیم از استراتژی آقای یانکینگ در انتخابات؟ اول باید بگم که این انتخابات این روزها خیلی مسئله مهمی هست و تمام توجه رسانه‌های آمریکایی و همچنین سیاسیون و کارشناسان رو به خودش جلب کرده. چیزهای مهمی که میتونیم در مورد سیاست‌ها و پالیسی‌های یانکین بگیم این هست که 3 تا موضوع خیلی مهم در صدر جدول کارها و وعده‌هایی که یانکین به مردم داده قرار داره. یکی از مسائلی که اون خیلی بهش توجه کرده سیستم آموزشی و درسی هست. یانکین میگه که والدین باید بیشتر در درس چیزی که در مدارس درس داده میشه دخالت داشته باشن و این والدین باشن که بتونن تصمیم بگیرن که بچه‌هاشون چی در مدرسه یاد بگیرن، به خاطر اینکه بیشتر مدارس آمریکایی بر اساس تصمیمات ایالتی و تصمیمات دولتی فدرال مضامین رو انتخاب میکنن برای بچه‌ها. یکی از موضوعات خیلی چالش برانگیزش موضوع درس نژاد و همچنان جنسیت بوده. کراتگریف گفته که ما به والدین اجازه خواهیم داد که بتونن بیشتر دخالت بکنن در اینکه بچه هاشون در مدرسه چه چیزی یاد بگیرن و همین بوده که بیشتر دموکرات ها هم حاضر شدن به یانکین رای بدن و بیشتر رای ها رو هم در ویرجینیا از آن خودش بکنه، در صورتی که گفته شده یانکین بیشتر از ترامپ در زمان ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری در ویرجینیا رای آورده. موضوع دیگه هم ماسک اجباری هست و همگیری کرونا که فرماندار قبلی گفته بود که ماسک رو در مدارس آمریکا اجباری خواهد کرد، ولی یانکین میگه که ماسک نباید اجباری باشه و این یک تصمیمیه که هر کی باید خودش بتونه این تصمیم رو بگیره. و موضوع بعدی که خیلی بهش توجه کرده فرماندار جدید ویرجینیا موضوع اقتصاد و تورم هست. به خاطر اقتصاد آمریکا و تورم در این اواخر بیشتر شده بود، یانکین اومده گفته که بیشتر توجه میکنه به اقتصاد و مردم به همین دلیل بیشتر به اون رأی دادن. کوتاه فرصت داریم مریم، این پیروزی چه تأثیری بر انتخابات میان دوره آمریکا داره؟ الان وقتی که یک ایالتی بعد 12 سال بیاد از آبی به قرمز تبدیل بشه، مطمئناً این خیلی به جمهوری خواهان این ایده رو داده که میتونن دقیقاً همین استراتژی‌ها رو استفاده کنن تا بتونن در انتخابات میان دوره‌ای کرسی‌های بیشتری در سنا و همچنین مجلس نمایندگان در آمریکا بگیرن. مرسی از تو مریم رحمتی، همکارم از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما.